سلام، جونم موشکافی کنه براتون که کار از نرمش قهرمانانه سیدعلی گذشته و به چلوندن حقیرانه کشیده شده. طرف حسابا با یک گیج مختصر عمق فلک زدگی عظما رو تخمین زدن و دارن شیره سیدعلی رو میکشن. وزیر امور خارجه فرانسه امروز گفت هنوز هیچ قطعیتی وجود ندارد که در این مرحله از مذاکرات توافقی بین تهران و گروه پنج به علاوه یک به دست آید. I want to emphasize there is not an agreement at this point in time. But the P5 is working hard. من تاکید میکنم که تا الان هیچ توافقی نبوده، اما پنج به علاوه یک به شدت مشغوله. ما امیدواریم که اختلاف ها رو کمتر کنیم، اما هیچ کس نباید تردید کنه که ما اختلاف های جدی داریم و تلاش میکنیم که دیدگاه ها تا حدودی نزدیکتر شن. بله، منظور از تلاش برای نزدیکتر کردن دیدگاه ها همون مولینکس کردن عظماست. همزمان با روغنگیری از سیدعلی تو ژنو بریم سراغ باندای گیج خورده نظام و قلقل سماور ولایت. اول از این چغندر جام زهری شروع میکنیم که عشق شیطان بزرگ بد جوری خرش کرده. برعکسش هم ما نباید فکر کنیم که همش ما باید امتیاز به دست بیاریم. طرف مقابل هیچی، باید باخت داشته باشه. خب اگر این باخت برای او تصور بکنیم، فردا میره باز توطئه میکنه. یعنی ما باید برای طرف مقابل هم این حق رو قائل باشیم که یه بردی هم بالاخره از این مذاکره او احساس بکنه که نره باز توطئه بعدی. لذا بهترین نوع مذاکره برد برد است که ما آرزو میکنیم که این اتفاق بیفته. تو میخوای آرزو کنی آرزو تو بکن، اما تا همین جای کار که عظمات هرچی امتیاز بوده داده به طرف مقابل، اونا هم آبدو خیار براش سرو کردن. حالا تقلای تیم مذاکره کننده شیخ فری هم واسه اینه که غلظت ماست این دوغه یه هوا بیشتر بشه. اما از این نخودی باند کوسه که بگذریم، میرسیم به بادوم هندی باند سیدعلی، یعنی بادامچیان که میخواد با سیلی صورت آقاشو سرخ نگه داره. باخت و باخت و برد و برد و این قضایی ها یعنی چی؟ یعنی این که ما بگیم باید یه چیزی هم ما بدیم به اون، یه چیزی هم اون به ما بده تا به یه جا برسیم، این یه نوع سازش پنهانیست. جسارت خدمت های دوی که دار عرض میکنم. چرا از این جسارت ها جلوی پنج به علاوه یک نمی کنی؟ به اونجا که میرسید همچین پنهونی جام زهر رو میچسبونید به ریش عظما و شلب شلب میریزید تو حلقش. اما اینجا واسه ما قفی بردباخ میای. ببین، درد سیدعلی واسه مذاکره رو من نمیگم، دردشو از اون یارو که روبروت نشسته بپرس. اما باید بپذیریم که یکی از هدفهای مذاکره ما لغو تحریم هست دیگه. غیر از این، ما بالاخره این تحریم ها رئیس جمهور سابق رسما اومد گفت آقا نمیدونم تاثیر گذاشته، همونی که میگفت قطعنامه دونتون پاره بشه، بعد اومد گفت آقا نمیدونم اینا تاثیر گذاشته. آره تاثیر گذاشت، بد جوری تاثیر گذاشت، تا جایی که زد تحریم دون عظما رو پاره پوره کرد. سیدعلی هم واسه خاطر رد کردن همین تحریمه که خودشو به آب و آتیش میزنه، اما ترسش از تب بعد از زهرخوریه. مگه نه بادو؟ قطعنامه پذیرفته شد. تو قطعنامه این نشد که ما حالا قطعنامه رو پذیرفتیم، نه، رفتیم دنبالش و در نبرد سیاسی در این جنگ پیش رفتیم که امام رحمت الله علیه اون اواخر عمرشمون یه روز داشتن بحث همین ارزیابی قطعنامه نبود، با لبخند فرمودن که خب من جام زهر رو نوشیدم، مثل اینکه حالا بدم نشد آخر کار این زحماتی که کشیدن. آره بدم نشد، چون زهر رو زد و دراز به دراز افتاد. اما بدبخت دوران امامت گذشته. این سیدعلی هم باید هم چوب خوردن زهر رو بخوره هم نخوردن، و با این وضعیتی که این داره کارش به اونجا نمیکشه که با لبخند برگرده بگه بدم نشد.
چون بد میشه چه بدی.